به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی، خبرگزاری صدای افغان سلام، وقت شما بخیر. با خبرهای امروز دهم حمل 1400 همراه شما هستیم. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز نشست پروسه استانبول قلب آسیا بار دیگر طرح خود را برای توافق سیاسی با طالبان ارائه کرد و گفت برای توقف خشونت‌ها، برقراری آتش بس و انتقال قدرت از طریق انتخابات انجام شود. وی از ترکیه و سازمان ملل متحد برای آمادگی در برگزاری نشست آتی صلح در استانبول سپاسگزاری کرد. آقای غنی تأکید کرد که هر نوع توافق سیاسی در کشور در قالب قانون اساسی افغانستان انجام شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که میزبانی مشترک نهمین دور نشست قلب آسیا روند استانبول را به عهده دارد نیز گفت که تجربه تلخ 4 دهه اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. وی گفت که کشورش طرفدار صلح و آرامش در افغانستان است و همکاری با افغانستان در اولویت سیاست خارجی تاجیکستان قرار دارد. او افزود فرجام تمام جنگ ها آشتی است. ما نیز در کشور خود 6000 فرد مسلح را بخشیدیم و در دولت جذب کردیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در خصوص تلاش داعش برای بکارگیری عناصر افراطی مذهبی جهت تغییر منازعات مذهبی و قومی در افغانستان هشدار داد. با همین هدف ما مجدداً بر ضرورت نقش شفاف سازمان ملل متحد و خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان تأکید می‌کنیم. در نهمین دور نشست پروسه استانبول قلب آسیا که با حضور وزیران خارجه و مقام‌های ارشد 15 کشور در دوشنبه برگزار شد، همسایگان و متحدان منطقه افغانستان بر برقراری ثبات در این کشور تأکید کردند. همچنین دیروز رئیس جمهور کشورمان با امام علی رحمان دیدار داشت و دو کشور همسایه 5 سند همکاری امضا کردند. بر اساس اعلام ارگ ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه‌های همکاری در بخش‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حمل و نقل، ترانزیت، انرژی و فرهنگی میان دو کشور به امضا رسیده است. 5 نفر شامل 1 مرد و 4 زن که واکسین پولیو را در ناحیه‌های 4 و 7 شهر جلال‌آباد تطبیق می‌کردند، از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند. این افراد حوالی ساعت 11 پیش از ظهر امروز در منطقه مجبورآباد ناحیه 4 و منطقه لعل قاسم آقای ناحیه 7 هدف قرار گرفتند. این در حالی است که کمپین سراسری تطبیق واکسین پولیو در افغانستان روز گذشته آغاز شد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، قرار است در این کمپین 5 روزه حدود 9.6 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو دریافت کنند. مراسم ازدواج 50 زوج در قندهار برگزار شد. سید احمد سیلاب نماینده مردم قندهار در مجلس نمایندگان این مراسم را حمایت مالی کرده است. در این مراسم خانواده ها و آشنایان زوج ها و همچنان مسئولان محلی قندهار حضور داشتند. منابع در کمیساری اسلام قلم می گویند که در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در داخل این کمیساری 2 نفر به شمول آمر کشف این کمیساری زخمی شدند. مهرالله بلوچ کمیسار اسلام قلعه گفته است که این انفجار حوالی ساعت 10 پیش از ظهر امروز بر مطر حامل آمر کشف این کمیساری رخ داده است. آقای بلوچ همچنان گفت که قسمتی از مطر به دلیل انفجار ماین تخریب شده است. محمد کاظم همایون رئیس اداره حفاظت از محیط زیست کابل از کشف و ضبط 13 باز و 1 شاهین از مربوطات ناحیه 6 شهر کابل خبر داد. آقای همایون در فیسبوکش نوشته که این پرندگان در لیست قرمز مؤسسه بین المللی حفاظت از گونه های در حال نابودی قرار دارند و روز گذشته از نزد تعدادی از افراد سودجو، قانون شکن و ایکوتروریست ضبط شدند. کشف و ضبط این گونه پرندگان در کابل و برخی از ولایت ها بی پیشینه نیست. قیمت بالای این پرندگان نایاب باعث شده است تا قاچاقچیان دست به شکار آنها بزنند. در برخی از موارد در شهر کابل گوشت برخی از گونه های پرندگان نیز خرید و فروش شده و چندی پیش به همین دلیل مغازه‌ای از سوی ریاست حفاظت از محیط زیست کابل مسدود شد.
پس از حدود 6 روز انجام عملیات رهاسازی، سرانجام تلاش‌ها برای شناور ساختن کشتی غول‌پیکر اورگوین که کانال سوئز را مسدود کرده و جلوه کشتیرانی از طریق این کانال را گرفته بود، به نتیجه رسید و این آبراه بر روی کشتی‌های عبوری باز شد. حدود 400 کشتی در انتظار عبور از کانال سوئز هستند که حدود 4 روز طول می‌کشد. تشکر از توجهتان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.